سلام به شما عزیزان من شبامانی هستم و شما رو به یکی دیگه از برنامه های کلیسای آنلاین حیات نو خوش آمد میگم امروز میخوام درباره یه سوژه بسیار مهمی با شما صحبت کنم و این سوژه رویاهایی هستش که خداوند برای ما در ذهن آسمانی خودش در آسمان کنار گذاشته و این رویاها ها در زندگی ما در حال یا انجام داده شدن انجام داده هستن یا اینکه این, این ها خاموش شدن و مردن خیلی مهمه که بدونیم که تک تک ما عزیزان تک تک ما ایمانداران با یه رویا آفریده شدیم این تولد تازه که به ما داده شده بدون رویا نبوده آمدن ما در این ملکوت خدا تو هم با آمدن یک رویای به خصوص برای هر کدوم از ما تک تک هستش و پی بردن به این رویا و بعد به دنبال این رؤیا رفتن در واقع میشه گفت میشن یا هدف اصلی ما ایمانداران باید باشه قبل فراموش بکنم و موعظه رو شروع بکنیم میخوام که فر... میخوام یادآوری کنم که برنامه های ما رو عزیزان شیر کنید روی آنلاین وقتی روی فیسبوک میبینید شیر کنید برنامه ها رو و اگر امکان پذیره برنامه ها رو با دوستانتون در میون بذارید به این شکل با ما هم خدمت هستید و میدونیم که این زحمتی که ما کشیم برای تولید این برنامه برای شما عزیزان هستش و هر چقدر بیشتر دوستانتون رو با خدمت ما آشنا کنی و با این پیام هایی که برای شما آماده کردیم کنیم با ما هم خدمت شدیم خب میخوام که به ست جدیدمون بریم و یه دستگاه جدید رو گرفتیم و میخوام که آیات رو با همدیگه با همدیگه بخونیم آیات کتاب مقدس رو میخوام که در کتاب خروج فکر کنم بشه اینجا آها Alright. فکر کنم اینجا نیست فکر کنم کتاب مقدس در فارسی هستش بله کتاب خروج و میخوام که فصل چارده رو با همدیگه باز بکنیم و از آیه ده فکر کنم با همدیگه بخونیم آرائید کتاب مقدس باز کردین خروج فصل چارده هم آیات ده و چون فرعون نزدیک شد بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده دیدن که اینک مصریان از عقب ایشا میآیند پس بنی اسرائیل سخت بترسیدند و نزد خدا فریاد برآوردن و به موسی گفتند آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته تا در صحرا بمیریم این چیز که به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم این چیز به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی این خیلی آیه جالبیه و خیلی سوژه عجیبی به خاطر اینکه با معجزات عظیم خودش بنی اسرائیل رو از مصر آورده بیرون و در جایی قرار داده که سرزمین موعود رو میتونن ببینن و باید به اون سرزمین موعود حرکت بکنن ولی با مشکلات برخوردن و, و این مشکلات, مشکلات بزرگ یکیش آمدن ارتش فرعون بود دنبالشون و ترس تمام وجودشون رو گرفته در این ترس واهمه که هستن برمیگردن به موسی به جای اینکه بگن بیام دعا کنیم که خداوند راه نجاتی رو برای ما فراهم بکنه یا ما ایمان داریم که خداوند قادر ما رو تا اینجا آورده معجزات خودش رو در مصر به ما نشون داده و قادره که تمام این مشکلات رو هم حل کنه به جای این شروع میکنن گله کردن و علنا دارن به خدا میگن ما بهتر بود که از مصر بیرون نمیمدیم و میخوام فراموش نکنیم که خیلی مواقع وقتی ما در ملکوت خدا وارد, وارد میشیم و با یه رویایی در زندگیمون حرکت میکنیم و این رویا مال خداونده در زندگیمون مشکلات خیلی بزرگی جلوی ما پدیدار میشه و این مشکلات بزرگ مثل همین دریایی هستن که جلوی بنی اسرائیل هستن و یکی از واکنش های خیلی یا واکنش های خیلی عادی که ایمانداران انجام میدن وقتی با یه مشکلات عظیم رو برو میشن این است که شروع میکنن گله کردن میگن که بهتر نبود که من اصلا ایماندار نمیشدم اصلا بهتر نبود که من با عیسی مسیح اصلا آشنا نمیشدم بابا از زمانی که ایماندار شدم صد تا مشکلاتم بیشتر شده هی hey میخوام جلو برم عقب نشینی میکنم هی hey میخوام پیش برم نمیتونم پیش برم. قبل از اینکه ایماندار بشم برای من راحت تر بود قبل از ایمان هم زندگیم راحت بود حداقل اینجوری با این مشکلات خیلی بزرگ رو به رو نمی شدم و این رو من بارها شنیدم دلیل آمدن مشکلات بسیار بزرگ و بعضی وقتا موانعی که احتمال عبور ازش به نظر غیر ممکن میاد زندگی ایماندار به خاطر وجود رویاهای بزرگ هستش که برای شخص کنار گذاشته شده و شخص چون نمی بینه فقط مشکل رو می بینه نمیتونه چشمش رو چکار بکنه به جایی بندازه که در واقع سرزمین کنانشه داره اون مشکل رو میبینه صد درصد میخواد برگرده به جایی که راحت تره و میخوام بهتون هشدار بدم که در زندگی روحانیتون اگه خداوند بهتون رویاهای بزرگی رو داده موانع بزرگی رو هم خواهید دید و اگر هنوز اون رویاهای بزرگ رو پیدا نکردید ولی با مشکلات بزرگش رو برو شدی دارم بهت قول میدم که کسی هستش که میخواد مانعی رسیدن شما به قدم بعدی ایمانتون بشه و اون یافتن و پیدا کردن اون سرزمین آن بشه هر جایی که رویا بزرگتره مشکل هم بزرگتره هر جایی که خاندگی بزرگتره موانع هم بزرگتر هستن و در اینجا بنی اسرائیل رو میبینیم که ریاکسون کاملا اشتباهی رو داره در مقابل مشکلش میبینه چرا؟ چون رویاش رو نمیدونه چی هستش و مشکلش رو بیشتر و بزرگتر از رویاش میبینه تنها کسی که این وسط تقریبا میدونه خدا برنامه خیلی بزرگی برای بنی اسرائیل داره چیه موسا هستش و موسا در واقع تقریبا میدونه که خداوند یک برنامه عالی و زیبایی رو برای اونها سراغ داره و هیچ وقت اونها رو از مصر بیرون نمی آورد تا در کنار دریای سرخ نابود بشن خیلی جالبه ایمان دارم بعضی وقتا فکر میکنن که نجات پیدا کردن که نابود بشن مثل اینکه خدا اونها رو از منجلاب گناه و از میان تمام اون تاریکی و سیاهی زندگیشون بیرون آورده و حالا آوردتشون بیرون که چیکار بکنه اونها رو نابود کنه یا یه دیگه هم هستش که بس با همدیگه در میون بزنیم قبل از اینکه موعظه رو ادامه بدم و میخوام که به کتاب سرچ بکنیم اوکی, اوکی. میخوام که با همدیگه به رومیان بریم. All right. All right. رومیان و میخوام در فصل سوم آیه یک را هم با همدیگه بخونیم آریت right. آماده هستیم پس برتری یهود چیست و یا از خطنه چه فایده بسیار از هر جهت اول آنکه به دیشان کلام خدا امانت داده شده است و زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند یا باور نداشتن آیا بی ایشان امانت خدا را باطل می سازد okay. اوکی. روی این آیه فکر بکنیم آیا بی یک شخص امانت رویای خدا را باطل می سازه اولا که خدای رویایی برای بنی اسرائیل داشت اون رویا این بودش که اونها به سرزمین کنعان برن آیا بی بنی اسرائیل رویای خدا رو باطل میکنه؟ یا اگه تو زندگی شما افرادی بیان تو زندگی شما و بیا میگن که این رویایی که خدا به شما داده غیر انجامش اصلا فکرشو نکن تو چجور آدمی هستی که این فکر رو بکنی که خداوند برنامه به این بزرگی برای تو سراغ داره آیا بیمانی اونا تو زندگی شما رویای خدا رو باطل میکنه؟ یا حتی یه نکته خیلی مهمتر آیا وقتی خودت باور نمی کنی آیا ناباوری خودتو رویای خدا رو برای زندگی تو باطل میکنه؟ در واقع نمیکنه چون اون رویا از خداوند چشمه گرفته از شما نیومده ریشه اون رویا از دل و وجود و محبت عظیم خدا برای شما هستش اگه خدا من مانی ارفان خونده که امتها رو لمس بکنه و یه روز این کلام رو به نحوی به دیگران درس بده که براشون کتاب مقدس زنده بشه و تازه درک عمیقی رو و یه رفرماسیون عمیقی رو تو زندگی روحانیشون پیدا بکنن این رویا رو من برای خودم نداشتم و نخواهم هم داشت چون هیچ فکر من اینقدر گنده کار نمیکنه. هیچ وقت اونقدر به خودم غرور و غرور بیجا ندارم که فکر کنم مانی افرام میتونه چنین کاری رو بکنه ولی اگه این رویا رو خداوند به من داده و مال خداوند برای من هستش اگه حتی من باور نکنم این رویا از خداونده و باقی میمونه تا زمانی که من باور کنم تا زمانی که من بتونم با این رویا هم قدم بشم و این خیلی مهمه که بدونید که اولین قدم مهمه به وجود آمدن یا به عمل رسیدن این رویاهای های بزرگ در زندگی شما باور خودتون هستش من به خیلی هستش که در زندگی روحانی و ایمانیم همیشه گفتم تشویقشون کردم گفتم هی hey, تاجر خدا یا این know, دوشیزه عزیز خدا یا خاننده خدا یا مبشر خدا همون چیزی که خدا به هم گفته که بهشون بگم همون نووتی که براشون کنم دائما بهشون تکرار میکنم و یاداوری میکنم خیلی وقتا میبینم قیافه های طرف که اصلا باور نمیکنه این حرف باورش نمیشه اصلا رد میشه به خاطر اینکه هنوز آمادگی دریافت اون رو نداره ولی باور نکردن من و شما رویای خدا رو باطل نمیکنه ولی زمانی که میخواد این رویا به عمل برسه و شروع به حرکت بکنه بس باورش کنید بس به خودتون نگاه کنید که من میتونم شایسته این رویا باشم من لیاقت این رویا رو از خدا دارم کلام خدا میگه پس چه بگویم اگه بعضی ها ایمان نداشتند چه بگیم چی کار کنیم خب آره ندارم بعضیا باور نمیکنن که میتونن برای خدا کار بزرگی رو بکنن بعضیا به خودشون نگاه میکنن و ارزش خودشون رو کمتر از این میبینن شاید در دنیا ارزش خودشون رو بزرگ میبینن ولی در, در زندگی روحانی ارزش خودشون رو کم میبینند. و چه بهتر که در زندگی روحانی در ملکوتی که باقی ماندنی و ابدی هستش شما ها و من ارزش خودمون رو بیشتر ببینیم که باور داشته باشیم که خدا قادر از ما استفاده های بزرگ بکنه و بعد میگه میگه آیا بیمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد آیا ناباوری من و شما این چیزی که به ما امانت داده شده میدونید رویه های خدای امانته یکی روزی که به من اولین بار نووت شد برای من نووت شد من این رو ناچیز نشمردم بلکه نبوت خدا رو مثل یک امانتی توی تاخچه قلب و زندگیم نگر داشتم وقتی توی کلیسای آمریکایی داشتم راه میرفتم فقط دو سال و نیم از ایمانم گذشته بود و یه خانم سیاه پوست آمریکایی که برای اولین بار اون روز دیدم و دیگه تا به حال ندیدم بغل دست من نشست و گفت شما تاجر هستید من یه مرد 21 ساله هستم نه تجارتی کردم نه تجارتی بلدم نه پولی دارم نه پولی داشتم اون موقع گفت آیا تو تاجر خدا هستی گفتم نه گفت چرا وقتی که دارم میبینم راه میری پول از جیبات داره میریزه و همینطوری داری ملکوت خدا رو برکت میدی من نگفتم خرافاتی شدی این حرفا چیه میزنی مسخره کردی خودتو بگه نمیدونی من هیچ پولی تو حساب بانکیم ندارم مگه نمیدونی که من اصلا تجارت بلد نیستم هنوز بکنم برگشتم گفتم نه نیستم ولی کلام تو رو باور میکنم چون روزی این خواهد شد این روزی خواهد شد پس وقتی میخوای رویای خدا رو به حرکت بندازی بس بگی من نمیدونم چجوری جوری امکان پذیره من اصلا فکرم اینجوری کار نمیکنه تصور نمیتونم بکنم خودم رو در اون مقام بذارم ولی باور میکنم چون خداوند خدای من به من امانتی داده هیچ چیز گرانبهاری رو یکی بهت هدیه میده اگر یه مثلا بگیم طلا و جواهره خب کسی میاد این طلا و جواهره با ارزش این نفر بنزه تو صد آشخال نه میندازه توی مثلا یه کشو بغل دست تخت خوابش که همه بتونن دست بزنن بهش هر کاری که میخوام بکنم نه اگه یه چیز خیلی گرانبها ها و با ارزش یه نفر به نفر میده اون از اون چیز نگهداری میکنه امانتی رو خوب نگر میداره اگه یکی بیاد به من بگه این شمش طلا رو برام نگهدار من چیکار باز پاش بکنم میذارمش تو گاف صندوق بانک جایی که امن و امانت هستش شما ها عزیزان بعض وقتا رویاهای خودتون رو با همه در میون میذارید با آدمایی که اصلا ارزش رویای شما رو نمیدونن چیه نمیدونن اصلا خدا میخواد با شما چیکار بکنه بعد کاملا خراب میکنن رویا رو برای شما چون یه, یه سری آدما حسادت دارن که قربونش برم تو ایرانیا زیاده حسادت های بی خود و بی یه سری آدما به طور کلی فضولن و بیخودی دخالت میکنن تو زندگی دیگران که اینم توی میمن ما ایرانیا رایجه پس میان با فضولی و حسادتشون به جای اینکه در شما خوبی و سلامتی به وجود بیارن ویرانی به وجود میارن شروع میکنن شما را تزلزل دادن شک آوردن حالا ولش کن مگه میشه مگه ایران نمیدونی چقدر اوضاع احوالش خرابه از اقتصادی غیره کی میتونه تو ایران این رویا رو به دست بیاره یا بابا تو اصلا شنید معذرت میخوام من خیلی دوست تمام، خیلی رفیق تما من اصلا بهترینا رو در تو میخوام ولی این یا میاد عزیز من اتفاقا خداوند قدرت خودش رو در ضعف ما نمایان میکنه و قدرت خداوند در ضعف ما نمایان هستش نه در قدرت ما یه برادری دیشب دو شب پیش اومده بود اینجا تو آفیسمون یه مرد آمریکایی هستش یه دستش درسته یه دستش شله و یه چیز خیلی زیبایی رو به من گفت گفت من مدت ها تو کلیسا با دست راست یا چپش بود که کاملا سالم بود گفت فقط با این دستم خدا رو پرستش می کردم و دستم رو به آسمان بلند می کردم می خدا خدای شکر برات و خجالت می کشیدم دست شلم رو بلند کنم و روزی خداوند گفت چرا منو با قوت خودت فقط پرستش میکنی منو با ضعف خودت پرستش کن و گفت از امروز به بعد از اون زمانی که خدای نمی گفت من هم با دست قویم هم با دست شلم سعی میکنم که تا اینجا بیشتر بلند نمیشه با دو تا دستم خدا رو پرستش کنم هم با ضعفم هم با قدرتم هم با اون چیزی که بهش اعتماد دارم هم با چیزی که اصلا بهش اعتماد نمیتونم بکنم هم با چیزی که در زندگی من همیشه خوب بوده هم با چیزی که در زندگی من ضعیف بوده و من رو همیشه به شک انداخته با شک هم تو رو پرستش میکنم با قوتم تو رو پرستش میکنم اگر رویایی از تو گرفتم و باور نمیکنم با این حال تو رو پرستش میکنم میگم خدای من نمیتونم چه جوری این عمل پذیره چه جوری امکان پذیره چه جوری میتونم به این دست پیدا کنم و دیگران هم باور نمیکنن ولی به من چه که دیگران ایمان ندارن به من چه که دیگران باور ندارند زیرا چه بگویم اگر بعضی ها ایمان نداشتند به من چه من باور, من باور میکنم من باور میکنم من باور میکنم که تو از زندگی افتاده شکست خورده تاریک سیاه و نابود شده من که اووردی و یه چیز جدیدی رو به وجود آوردی، این تولد تازه رو به وجود اووردی چیز زیبایی رو میتونی به وجود بیاری و این رویای عجیبی که به من دادی این مال تو پدر و انجام پذیر هستش و امکانش هست عزیزان با تمام قلب بهتون میگم اگه قرار بود من به صدای دیگران گوش بکنم هیچ وقت موفق نمیشدم اگه قرار بود دید دیگران بر زندگی من محدودیت دید من بشه من هیچ وقت نمیتونستم از چارچوب رویای دیگران خودم رو آزاد کنم یکی از مشکلات بزرگ کلیسه های ایرانی جمعا اینه که رویای خادمینش محدوده چون بیشتر خادمین ایرانی ناله میکنن که ندارند بهشون کمک نمیشه مردم پول نمیدند مردم یاری نمیکنند مردم ایرانی دستشون تنگه ایماندارای ایرانی حمایت نمیکنند. آره اینا حقیقته من اینا رو میدونم چون خودم 14 سال تو کلیسای ایرانی شبانی کردم تقریبا ولی این برای من و شما محدودیت رویای ما نیست چه بسا که در واقع رویای خدا برای من و شما محدودیتش ایمان و باور من و شماست شما به دوربر خودت نگاه نکن مردم چی کار میکنن نمیکنن اگه قرار بودش که من بر باور دیگران خدمتم رو بکنم خدمت من سالیان پیش بسته میشد من بر طبق رویایی که خداوند بهم داده خدمت میکنم تا زمانی که این رویا در من زنده است و میتپه من به سرزمین کنعان خودم دارم نزدیک تر میشم و شما هم میتونید به همین شکل به سرزمین های کنعان خودتون نزدیک تر بشید ولی قدم اول چیه؟ باور کردنه قدم دوم چیه؟ قدم دوم گوش کردن به صدای درسته قدم دوم به باور کردن به صدایی هستش که مشوق شماست دوستای دور و رو خیلی بسنجید آدمایی که شما دوست میشمرید باید به شدت سنجیده بشن باید از فیلتر یه فیلتر خیلی به خصوص عبور کنن و این دوستای واقعی کم هستند این رفقای روحانی که ما داریم بعض آدمایی باشن که برای ما محبت اصلیشون رو از طریق تشویقی که در رویاها به ما میکنن نشون بدن خوب نیستش که فقط یه دوست برگرده بگه رفیق اون روزه که فقط باید یه غذا بخوره کافی نیستش که یه نفر بگه که ما بیا به هم کتاب مقدس رو بخونیم بعضی وقتا وقتی که در زندگی با مشکل روبرو هستی اون دوست چی میگه وقتی که افتادی اون دوست کجاست وقتی که ضربه خوردی و با اون دریای سرخ زندگی روبرو هستی اون دوست کجاست دوست واقعی میگه میتونی قادری بلند شو برو دوست واقعی میگه اگه از منم سبقت بزنی اگه من جلو بزنی اگه از من پیشم بری اگه تو ده ها بار بیشتر از من موفق بشی من با تو هستم دوست واقعی میگه هی hey, بلند کن خودتو اینجوری خودتو رو پایین ننداز رویای خدا برای تو قادره قادر و, قو... و کامله خدای قادر توانایی داره که تو رو بلندت کنه و پیروزت کنه درباره پیروزی درباره موفق شدن باهاش صحبت میکنه وقتی کلام خدا رو میاره نه برای محکومیتت میزنه تو سرت یا محکومت میکنه بلکه میاد با اون کلام تو رو تشویق میکنه اگه دستش برای زندگی تو اگه دستش برای زندگی تو بلند میشه برای بلند کردن تو هستش اگه دستش در دست تو قرار گرفته برای این هستش که به تو رو هدایتت بکنه که در اون منجلاب در اون تاریکی در اون افسردگی باقی نمونه این دوستا خیلی مهمن و کم هستن بهت قول میدم که تو زندگی روحانی بین خادمین ایرانی دوستان واقعی کم هستن رفقای روحانی کم هستند آدمایی که پشت آدم ها میستن و حسادت نمی کنن، کم هستند آدمانی که اگه تو کلیسای شما 300 400 نفر اومدن تو کلیسای خودش فقط 50 نفر هستن و ناراحت نیستش واقعا کم هستن ولی برای اونایی که واقعی هستن خوش به حال اونایی که اون دوستان واقعی رو پیدا می کنند چون صدای خودت رو باز با اول عوض بکنی باز با اول ایمان خودت رو در جا بندازی و به کار بندازی تا باور کنی یه چیز غیر ممکنه بعد باید دوستای واقعی و دوستای درست و خود دور بر خود جمع بکنی هی hey, کلام خداوند درباره رفقا و دوستی خیلی حرف زده اولا که میگه که دوستان ناباب بهترین اخلاقها رو خراب میکنن و حقیقت هم همینه دوست ناباب بهترین رفتار روحانی رو خراب میکنه بعد از یه مدت دوست دوستای ما یکی از داستانهای خیلی عجیب غریبی که من بارها شنیده بودم ولی واقعا بهش پی بردم یعنی یه مسئله در واقع نه داستانی نیست مسئله هستش یکی از بیزنسمن های خیلی موفق یه روز اینو رو حدود ده سال پیش من گفت گفت مانی اگه میخوای بدونی ده سال دیگه کجا هستی به دوستات نگاه کن چون دوستای تو موفقیت تو رو روشن میکنن اگه با آدمایی میپله کی از تو جلوتر هستن، پیشرفته هستن، موفقیت دارن تو هم موفقتر میشی. ولی بله اگه با آدمایی فقط هستی که از تو کمتر هستن، موفق نیستند و همیشه اونها بس به تو نگاه بکنن، از جایی که هستی به پایین میری من میشه هیچ وقت کاملا باور نداشتم از تجاری میگفتم خب کار میکنی تلاش میکنی خودت موفق میشی دیگه بالاخره ما همه از یه جای افتاده و پایین اومدیم ولی فراموش کردم که خودم تو بزنس و تجارت خودم یکی از دلایل موفقیت این بودش که یه مرد بسیار موفق اومد تو زندگیم به نام جیم و اون بودش که استاندارد من شد و به خاطر اینکه میخواستم مثل اون راهنمایی من بود مثل اون مثل استادم رفتار کنم و یاد بگیرم مثل اونم موفق شدم تا یه حدی اونم در حدی که خدا خدا رو شکر به هم فیض و بخشش داده و تا الان خدا رو شکر میکنم براش پس باید دوستان خودتون رو چه کار بکنید به شدت زیر این آزمایش روحانی قرار بدید ببینید چه جور آدمایی دور برای شما هستن همه ایمانداران دوستان شما نیستن بعضی وقتا ایمانداران دشمن شما میشن چون ناباوری اونها چی میشه؟ صد شما میشه افراد خانواده میتونن مانع شما بشن دوروری های شما که در واقع رویاه های خودشون و فکر و افکار خودشون رو میخوان رو زندگی شما تحمیل بکنن هی hey! رویای خدا مال شماست مال اونها نیست اگه خدا میخواد رویایی رو به شما بده به شما داده به دیگری نداده نه به مادرت داده نه به پدرت داده نه به برادرت نه به خواهرت نه به شبانت به شما داده و شما باید محافظ این رویا باشید پس وقتی من دیدم ایمان ایماندارا میرن با شبانه خودشون رویاهای خودشون در میزنن و اولین کاری که شبانه میکنه کاملا آب یخ روی این به قول انگلیسی میگن cold ice cold water آب یخ رو میریزه به اصطلاح انگلیسی روی رویا یعنی اون آتش خاموش میکنه اون آتش که داره شروع میکنه یواش یواش دود زدن و شله شدن و با یه حرفی کاملا خب... حالا من نمیدونم فکر نکنم بعد ها. فکر فکر میکنین رویا از خداست شاید نیست آقا به تو چه مرد به تو چه زن خدا اجازه از مردم ما نمیگیریم که آیا رویایی از خدا داریم از خداست یا نه نظر خواهی میکنیم ولی برای تشویق شدنمون نه برای خرابیمون و اگرم میخواد نظری بدی قبل از اینکه نظر بدین روش دعا بکنی خواهش میکنم قبل از اینکه احسار نظر میکنیم برای دیگران اینقدر ارزش قائل باشیم که بهشون یه مکسی بدیم بگیم من روش دعا میکنم نظری ندارم خب مگه از خدا شنیدیم پس داشتم به این آیه نگاه میکردم این است که میگه پس برتری یهود چیست برتری ما چیه برتری ما به من فرزندان خداوند که دوباره از نو تولد یافته چیه برتری ما این است که به هر کدوم از ما رویایی داده شده عزیزان هر کدوم ما مثل یه بمب اتم هستیم که در باطن و در وجودمون خداوند یک هدیه گران به ها که رویای عظیمی که با زندگی های ما میخواد یه کار عظیم بکنه بعضی به من میگن که بعد من خیلی چیز بزرگی از زندگی نمیخوام واو خب تو نمیخوای ولی خدا که میخواد من خیلی رویای های بزرگی برای خودم تو زندگیم ندارم میخوام یه زندگی, آد... زندگی عادی وجود نداره برای مسیحی یک مسیحی بمب اتمی هستش تو دنیا بس به این حقیقت پی ببره که خداوند مثل یه موشک هسته ای داره ازش استفاده میتونه بکنه میتونه زندگی هزاران نفر رو با زندگی اون شخص عوض بکنه بس به این حقیقت پی ببره که خداوند این شخص نجات نداده که فقط بیاد خوشحال باشه که نجات پیدا کرده و بره دنبال زندگیش بلکه بس پیدا کنه اون هدفو به دنبالش بره بخواد تشنش بشه من ندارم اون تشنگی خب به دست بیار من نمیخوام بایست بخوای اینها باید هاست تو زندگی ولی من نمیتونم کسی رو مجبور کنم شما خودت بس پی ببری ولی وقتی پی بردی مواظب باش که دیگری این رو از تو ندازده در کلمات آخری که برای شما دارم و خدا شکر برای این چند دقیقه که با من صرف کردی این هستش که ما یک دموکراسی نداریم توی کلیسا اوکی ما نظرخواهی نمی کنیم از ده نفر بگیم خدا این رو به من داده خواهش میکنم ده نفر رای بگیرم ببینم چند نفر موافقم با روح خدا و بعد مثلا از ده نفر شش نفر دستتون رو بلند کنم بگم ما موافقیم چهار نفر نه ما می... اوکی. ما میریم دنبال روح خدا ملکوت خدا یه تئوکراسی هستش دموکراسی نیست دموکراتیک ما نیستیم اینجا خداوند خداست و رویاهای او همین هست و بس شما عزیزان اگه میخواید موفق بشید به کلام اون گوش میدید به های اون با ایمان میارید و به صدای خدا گوش میدید و دورورتون رو به آدمای پر میکنین که با شما هم قدم میشن و شما رو تشویق میکنن. مرسی برای وقتتون امیدوارم که اسات جدید و از این دستگاه جدیدی که آوردیم لذت برده باشیم بیشتر و بیشتر استفادهش خواهیم کرد برای درس دادن امروز روز امتحانی و تمرینی بود یه مقدار کوچیک ازش استفاده کردیم خدا رو برای, برای بچه های آفیس که برای ما رو رویه ها دیدهای بزرگتر دارن چون میخوان نوع برنامه های ما رو زیباتر و بهتر کنن تا بتونیم برنامه های قشنگتر و پر رو برای شما آماده و فراهم فراموش نکنید که برای ما دعا بکنید و فراموش نکنید که عزیزان ما این خدمت رو برای شما داریم انجام میدیم خواهش میکنم که این برنامه ها رو با عزیزان در میون بذارید و اجازه بدید که اونها هم استفاده بزرگ رو از کلام شیرین خدا بکنن تا هفته آینده خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه آمین به خدا